سرخط خبرها. اقدام ایران برای خرید بیش از 20 میلیون واکسن کرونا از خارج. همزمان پروژه تولید واکسن مشترک با کوبا دنبال می شود. تایید واکسن سینوفارم چین برای استفاده در داخل. در نیمکره غربی آمریکا بیشترین مرگ و میر روزانه از کرونا را ثبت کرد. واکنش کانادا و اوکراین به تصمیم ایران برای پرداخت 150 هزار دلار به خانواده‌های قربانیان پرواز 752. میگویند تعیین غرامت باید بعد از تشخیص علت فاجعه و محاکمه عاملان انجام شود. و برگزاری آنلاین جشن سال نو در اسکاتلند با پهپاد و هوش مصنوعی. سلام، خوش آمدید به این بخش خبر از تلویزیون فارسی بی بی سی. جهان با احتیاط و خاطره صدها هزار نفری که بر اثر ویروس کرونا جان باختند، امشب به استقبال سال نو میلادی می‌رود. در همه کشورها مراسم تحویل سال مثل گذشته نیست. در ایران هم که این روزا در تقویمش ایام عزاداری است، آمار مرگ و میر پایین آمده و خبر اقدام برای خرید 20 میلیون دوز واکسن از خارج امید به آینده‌ای روشن‌تر را بیشتر کرده. اما مسئولان همچنان هشدار می‌دهند که خطر همچنان در کمین است. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. رفتن به استقبال سال نو با نزدیک به 4000 جان باخته در یک روز برای یک کشور کار آسانی نیست. ولی این شرایط ورود سال جدید در آمریکاست. در بریتانیا هم نوع جهش یافته ویروس کرونا باعث جهش آمار تلفات روزانه به نزدیک 1000 نفر شده. در این شرایط از دولت بریتانیا انتقاد شده که چرا با سرعت بیشتری واکسن‌های تایید شده را توزیع نمی‌کند. ایران هنوز به این مرحله نرسیده ولی مشغول بررسی راه‌های دریافت واکسن است. از راه اندازی یک خط تولید مشترک واکسن با کوبا گرفته تا آنگونه که رئیس دفتر رئیس جمهوری گفته خرید 20 میلیون دوز واکسن از منابع خارجی. به گفته محمود واعظی قرارداد خرید 16 میلیون واکسن کوواکس منعقد شده و مذاکرات برای خرید 4 میلیون واکسن دیگر هم از چین جریان دارد. ایران با هند و روسیه هم برای خرید واکسن آنها در حال گفتگوست. ترکیه که ظاهراً زودتر جنبیده بود دیشب اولین محموله واکسن‌هایی را که از چین خریده بود دریافت کرد. چین خود نیز امروز برای واکسنی به نام سینوفارم که در داخل ساخته و گفته 79% موفقیت نشان داده مجوز صادر کرد. هرچند هنوز مراجع بین‌المللی سینوفارم را تایید نکردند. بولیوی هم توانست دیروز با روسیه قرارداد خرید واکسن منعقد کند که 3 ماه دیگر دریافت خواهد کرد. جهان شاید نتواند سال میلادی جدید را با شرایط عادی برگزار کند، اما حداقل جای امیدواری برای آسان‌تر شدن اوضاع در سال پیش رو وجود دارد. هرچند استرالیا و نیوزیلند امسال را خیلی کم فروختر از سالهای قبل جشن می‌گیرند. در فرانسه هم برای آنهایی که می‌خواهند سال جدید را با تجمع و پایکوبی آغاز کنند 10000 پلیس مأمور شدند تا جلوگیری کنند. هدف این است که آمار مرگ و میر و ابتلا دوباره بیشتر نشود. در ایران این هدف برآورده شده و نه تنها تعداد مرگ و میرها نسبت به ماه گذشته بسیار پایین آمده، بلکه تعداد بستری های مراقبت های ویژه در کل کشور حول و حوش 5000 نفر است. خانواده شهید. مسئولان ایرانی مشکل تجمعات شادی سال نو را ندارند، چون در ایران این روزهای عزاداری در تقویم است. اما مسئولان هشدار می‌دهند که عادی انگاری کرونا می‌تواند ورق را برگرداند. پریز از تجمعات دور همی خانوادگی به ویژه در فصل زمستون که میزان تهویه خیلی کم میشه به دلیل بسته بودن در و پنجره‌ها و دور هم جمع شدن بسیار میتونه خطرناک باشه و اگر رعایت نکنیم متاسفانه باید بگم که اواخر بهمن و تا اوایل اسفند ما شاهد پیک بعدی میتونیم باشیم اگر این رعایت صورت نگیره. به همین دلیل خواهشی که دارم این که همه خیلی خیلی جدی بگیریم. با این حال فعلا اوضاع بهتر است به استثناء یک استان ایران که وضعیت تعریفی ندارد. تنها استانی که الان هنوز مشکل داره و
شهرهاش اکثرا نارنجی و متاسفانه 4 تا شهرش هم قرمز هست، استان مازندران هست، شهرهایی مثل آمل، رامسر، سوادکوه شمالی و ساری. از استان مازندران گرفته تا بقیه نقاط دنیا، همه ابنای بشر بیشک منتظرند تا هرچه زودتر سال شوم 2020 را پشت سر بگذارند و مجهز به واکسن‌هایی که در راهند سال دیگر در چنین موقعی پشت کرونا را به خاک بمانند. سیاوش اردلان، بی بی سی. از دکتر محمد رضا پورکری متخصص ویروس شناسی پرسیدم واکسن‌هایی که قرار است ایران از چین و بعضی دیگر از کشورها بخرد چقدر قابل اطمینان هستند. واکسن‌هایی که از چین تولید شده و یا از روسیه تولید شده در کشورهای دیگه بازده خودشون و ایمنی خودشون و کارایی خودشون رو نشون دادن. شاید اگر ایران این امکانات رو داشت که زودتر بتواند حواله پولیش رو انجام بده، میتونست اون هم پیش خرید کنه. اون چیزی که امروز کوواکس میگه که ایران الان مشکلی نداره، مربوط به امروز هستش و اگر که قبلتر اجازه داده میشد به ایران تا بتونه مقداری پول حواله کنه و پیش خرید بکنه، قطعاً می توانست این کار رو انجام بده. ایران هیچ چاره ای نداره مگر اینکه به متحدین استراتژیکش رو بیاره در حال حاضر و از اونها خرید واکسن کنه. ببینید امریکا و اروپا امتحان خودشون رو پس دادن در زمینه اینکه چقدر می توانن به ایران دارو بدن. تحریم ها نگذاشت حقیقتاً. این یک چیزی هستش که فقط شعار بود که داروها، البته در این مورد خود بعضی از مقام های ایران هم خودشون زد و نقیض صحبت کردن. بعضی میگن تحریم موثره، بعضی میگن موثر نیست، نمیدونم، بعضی میگن FATF و یعنی خودشون هم درست در این باره خیلی شفاف صحبت نکردن. ولی اگر بخوام که به قسمت علمی این تولید واکسن نگاه بکنیم، الان ایران گفته که با کوبا هم داره همکاری میکنه که برای که واکسن بسازه. میدونیم که کوبا خب از نظر علمی رتبه، علم پزشکی رتبه بالایی در جهان داره. چی میدونیم از تولید واکسن در کوبا؟ چقدر اون میتونه خوشبینانه باشه؟ ببینید اجازه بدید من همینجا کامل کنم صحبت خودم رو. ما نیاز نداریم که مقامات کشورهای اروپایی بگن. ما نمیتونیم، من یه بسته قرص نمیتونم برای پدرم ایران پست کنم. این نشون میده که تحریم نمیگذاره. این از بحثمون. اما کوبا رو اجازه بدید خدمتتون عرض کنم. کوبا سابقه خیلی خوبی داره در واکسن سازی. ما واکسن هپاتیت بی مون رو از کوبا داریم، تکنولوژی رو وارد کردیم و با همکاری اونها در انستیتو پاستور این کار رو انجام دادیم. ببینید الان هیچ چاره ای نیست مگر اینکه ما واردات واکسن رو داشته باشیم. در کنارش و موازاتش قطعاً بایستی ما به سمت این بریم که خودمون توانایی تولید واکسن رو در کشور داشته باشیم. استارت این کار خورده و به خوبی داره مراحل خیلی از واکسن‌هایی که به مرحله بالین هنوز نرسیدن پیش میره. ببینید این نشون داد که کرونا میتونه یه ابزار فشار باشه بر کشور. ما بایستی به سمت خودکفایی پیش بریم در این قضیه، نگاهمون به داخل باشه. نه تنها کرونا بلکه پاندمی های مختلفی رو در پیش خواهیم داشت از این به بعد که ما بتوانیم حتی کیت تشخیصی و حتی واکسن های خودمون رو خودمون تولید بکنیم، حالا یا چینی یا هر کشور دیگه. اینها بازده دارن و بتوانند که کشور رو تا حدی اون بیسلاین و ایمنی رو به مردم بدن. کانادا و اوکراین میگویند 150 هزار دلار غرامتی که ایران برای پرداخت به خانواده قربانیان هواپیمای سرنگون شده اوکراین تعیین کرده قابل قبول نیست. به گفته سخنگوی وزارت خارجه اوکراین، تعیین غرامت باید بعد از تعیین علت فاجعه و محاکمه عاملان آن انجام شود. وزیر خارجه کانادا هم گفته که ایران باید علاوه بر غرامت در مورد علت فاجعه توضیح دهد. حدود یک سال پیش در حادثه سرنگونی هواپیمای اوکراین با شلیک موشک‌های سپاه در اطراف تهران همه 176 سرنشین آن کشته شدند. امیر کسروی، خلبان و کارشناس ایمنی پرواز از تورنتو با ما هستند. آقای کسروی، در چنین حوادثی معمولا اولویت بر چه اساسه؟ آیا اینطور که اوکراین گفته تعیین علت فاجعه و محاکمه عاملان معمولا اول انجام میشه و بعد به مرحله پرداخت غرامت میرسیم؟ این مسئله معمولا بستگی داره به کشورهای مختلف که چجوری میخوان باش برخورد بکنن و یه مسئله خیلی پیچیده ای شده.
ایران در چند روز گذشته هم گزارش نهایی این سانحه رو گفته که بیرون داده، برای کشورهای مثل آمریکا و فرانسه فرستاده و اوکراین، تا اونا نظر نهاییشون رو بدن و بعد این رو پابلیک بکنن، به اصطلاح به اطلاع عموم برسونن. ولی این مدتی نزدیک 60 روز طول میکشه که این اتفاق بیفته. از طرف دیگه همزمان اینا گفتن ما 150,000 دلار ببخشید میخوایم به بازماندگان هر کدوم بدون هیچ نوع به اصطلاح شرایطی پرداخت بکنیم. تقلیل دادن این مسئله فقط به غرامت نه مورد قبول کشورهای درگیر خارجی هستش، نه حتی بازماندگان این موضوع. برای اینکه سابقهش رو شما در نظر داشته باشید، وقتی که لیبی یکی از به اصطلاح شهرونداش هواپیمای پنم رو در لاکربی به اصطلاح سقوطش شد به علت انفجار، این دولت لیبی به هر کدوم از بازماندگان این سانحه 1,120,000 دلار غرامت پرداخت. از طرف دیگه دولت آمریکا وقتی که هواپیمای ایرانی رو در روی خلیج فارس با موشک زد، بدون اینکه قبول بکنه که مقصر بوده، 150,000 دلار به هر کدوم پرداخت. بنابراین 150,000 دلاری که ایران الان داره ادعا میکنه پرداخت خواهد کرد، این یه در رابطه با این ارقامیه که قبلا با آمریکا داشته و یه نوعی به اصطلاح انتقام جوییه، ولی مسلما بازمانده ها و کشورهای خارج به این موضوع رضایت نخواهند داد. بله، بازمانده ها، شما صحبت از بازمانده ها کردین، بارها گفتن که راضی نیستن و میخوان که اول مشخص بشه که چه کسی عامل این حمله بوده و مجازات بشه. اگر که دو طرف نتونن به تفاهمی برسن در این مورد، آیا یک داور بیطرف، یک نهاد داوری بیطرفی هستش که بشه دو طرف بهش مراجعه کنن و اون نهاد بتونه تصمیم بگیره؟ بله، الان در واقع مسئله زیر بر اساس قوانین ICAO داره بررسی میشه، انکس 13. ولی مسئله اصلی اینه که الان همین الان که ما داریم صحبت میکنیم، فضای ایران روی تمام هواپیماهای اروپایی تا زیر 25,000 پا بسته شده و دولت آمریکا هم این موضوع رو به اصطلاح اعلان کرده که فضای ایران روی همه هواپیماهای بازرگانی آمریکایی بسته است. و این موضوع خیلی بستگی داره به اینکه این گزارش نهایی چقدر مورد رضایت کشورهای خارجی و همینطور بازماندگان خواهد بود. و این موضوع الان مسئله پیچیده‌ایه که باید روشن بشه و این اشتباه رو دولت‌های خارجی کردن که اجازه دادن خود ایران به اصطلاح اون حرکت جنایی که انجام داد در ایران و باعث مرگ 176 نفر شد، خودش جنایت خودش رو بررسی بکنه و الان توش موندن که چجوری میخوان با این موضوع برخورد بکنن. و البته رضایت نخواهند داد، خانواده ها هم رضایت نخواهند داد و این مسئله به این راحتی بررسی نخواهد شد، مگر اینکه مسئله اصلی روشن بشه. بله. که دولت‌های اروپایی هم الان منتظر این هستن که ببینن که دولت ایران چه روشی در پیش خواهد گرفت در آینده. آیا فضای ایران ایمن خواهد بود برای هواپیماهای بازرگانی یا نه؟ اینا همه بستگی داره به این گزارش نهایی که بیرون میاد، به اضافه غرامتی که پرداخت خواهد شد. این گزارش نهایی در موارد مشابه، در حوادث مشابه، معمولا چقدر طول میکشه؟ آیا به همین اندازه بوده تا الان که ایران طولش داده، یا اینکه یک چیز معمولیه که مثلا یک سال طول بکشه تا همچین گزارشی بخواد منتشر بشه؟ طبق انکس 13 ICAO، سازمان هواپیمایی کشوری بین‌المللی، این 12 ماه از روز سانحه فرصت هست برای کشوری که بررسی میکنه سانحه رو که گزارش نهایی رو بده بیرون. و الان ما داریم نزدیک میشیم، روز 8 ژانویه در حقیقت سالگرد این فاجعه است. و
و دولت ایران میگه گزارش نهایی رو آماده کرده و فرستاده برای کشورهایی که نظرشون رو بدن، ولی اگر سر این موضوع به توافق نرسن اون وقت مسئله برخورد بین دولت‌ها خواهد بود که بله. اونم فقط تنها راهش بردن به اصطلاح دادگاه لاهه خواهد بود که دولت بر علیه دولت عرضه بکنه. برای اطلاع شما اینم حضورتون عرض کنم که ایران در مورد هواپیمای ایرانر که در خلیج فارس بهش آمریکا موشک زد به همین دادگاه لاهه شکایت برد، ولی آمریکا بله. خارج از دادگاه با ایران به توافق رسید و به هر کدوم از بازمانده ها 150,000 دلار پول دادن. خیلی ممنون از توضیحاتتون. عذرخواهی میکنم که فرصت بیشتری نداریم. امیر کسروی، خلبان و کارشناس ایمنی پرواز از تورنتو با ما. نگاهی بکنیم به سرخط خبرهای مهم روز. همزمان با اقدام به خرید بیش از 20 میلیون دوز واکسن کرونا از خارج، ایران از تلاش برای تولید مشترک یک واکسن کرونا با کوبا خبر داد. در آخرین روز سال میلادی، آمریکا بیشترین مرگ و میر روزانه ناشی از کرونا را ثبت کرد. چین هم واکسن سینوفارم را برای استفاده داخلی تایید کرد. در ادامه برنامه، تحویل سال نو در اسکاتلند با پهپادهای هوشمند. دبیرکل سازمان ملل متحد و فرستاده ویژه او در یمن حمله موشکی به فرودگاه عدن را به شدت محکوم کردند. در این حمله دست کم 22 نفر کشته شدند، از جمله عده‌ای از مقام‌های دولت و امدادگران. دولت یمن که از پشتیبانی عربستان برخوردار است، حوثی‌های مورد حمایت ایران را مسئول این حمله معرفی کرده، اما آنها این اتهام را رد کردند. در پی این حمله هواپیماهای ائتلاف به رهبری عربستان شهر صنعا را که تحت کنترل حوثی‌هاست بمباران کردند. کیوان حسینی گزارش می‌دهد. برنامه تبلیغاتی برای برخ کشیدن قدرت دولت در تبعید یمن و امنیت شهر عدن، جایی که قرار است برخی اعضای کابینه جدید در آن مستقر شوند. آنها در برابر دوربین‌های خبرنگارانی که برخیشان این مراسم را به شکل زنده پوشش می‌دادند، روز چهارشنبه از ریاض وارد عدن شدند. اما ناگهان ورق برگشت. انفجار، حمله موشکی، هرج و مرجی دلهره آور و صدای گلوله هایی که روشن نیست توسط کی و به سوی چه کسی شلیک می شوند. کابینه جدید وعده داده بود که با پخش زنده ورودش به عدن اقتدارش را در کنترل این شهر به رخ بکشد. اما مراسم استقبالش اینچنین به خاک و خون کشیده شد. در خاورمیانه جنگ یمن به زودی وارد هفتمین سال خود می شود. جنگی که موجب شده تا کنترل صنعا پایتخت این کشور به دست حوثی‌ها بیفتد. دولت مورد حمایت سازمان ملل که در عربستان مستقر است، از این شهر یعنی عدن در تلاش است که کشور را کنترل کند. جایی که تا کنون گروهی دیگر از مخالفان که از سوی امارات حمایت می‌شوند هم ادعای تشکیل دولت داشتند. مقام‌های دولت یمن به سرعت انگشت اتهام را به سوی حوثی‌ها نشانه گرفتند. گروهی که از سوی ایران حمایت می‌شود. معمر اریانی وزیر اطلاع رسانی در توییتی در این حال تاکید کرد که همه اعضای کابینه در امنیت هستند. معین عبدالمالک نخست وزیر یمن اندکی بعد در توییتر اعلام کرد یاسمین عوازی معاون وزارت امور عامه در این حمله کشته شده است. آقای عبدالمالک همچنین به بیمارستان رفت تا با مجروحان این حمله ملاقات کند و با ارسال پیامی در برابر ضربه‌ای که در ابتدای ورودش به عدن خورد مقابله کند. دولت یمن که از حمایت مردم برخوردار است به تمامی مسئولیت‌ها و وظایفش عمل خواهد کرد. دستان ترور ما را از انجام وظایفمان باز نخواهد داشت و ما تا اتحاد کامل و پیروزی این نبرد را ادامه خواهیم داد. السلام علیکم. همزمان که آمار تلفات این حادثه رو به افزایش است، شبکه یمنی بلقیس اعلام کرد که یکی از خبرنگارانش به نام ادیب جناحی نیز در این حمله کشته شده. همچنین سازمان صلیب سرخ خبر داد که 3 نفر از کارکنان این سازمان نیز در جریان حمله به فرودگاه عدن جان خود را از دست دادند. حوثی‌ها هر گونه دست داشتن در این حمله را رد کردند. به گزارش خبرگزاری سبا که تحت کنترل حوثی‌هاست، طارق سلام که از سوی این گروه به عنوان فرماندار عدن منصوب شده، این حمله را نتیجه درگیری‌های داخلی در میان مخالفان حوثی‌ها خواند.
همچنین شبکه تلویزیونی المسیره که در صنعا مستقر است و خبرهای حوثی‌ها را منتشر می‌کند، خبرهای این حمله را پوشش داد و بعضی از تحلیلگران این شبکه علیه این حمله صحبت کردند. کیوان حسینی، بی بی سی. جشن سال نو میلادی برای تاجیک ها میراثی بازمانده از زمان شوروی سابق است که هنوز در زندگی مردم جایگاه خاصی دارد. اما امسال ستاد مقابله با کرونا در تاجیکستان تجلیل از این جشن را ممنوع کرده و از مردم خواسته در سال نو میلادی با خودداری از حضور در اماکن عمومی تدابیر بهداشتی را رعایت کنند. طبق آمار رسمی در 8 ماه گذشته بیش از 13,000 نفر مبتلا به کرونا در تاجیکستان شناسایی شدند و 90 نفر هم جان باختند. سهراب ضیا از دوشنبه گزارش می‌دهد. یکی از ده ها مغازه فروش هدایا در شهر دوشنبه که در آستانه سال نو میلادی بیشتر درخت های مصنوعی و اسباب بازی های کریسمس به مشتریانش عرضه می کند. اما این روزها از مشتریان خبری نیست و این نمادهای اصلی سال نو میلادی هم برای جلب آنها کمک نمی کند. این گل فروشی هم از چند هفته پیش اسباب بازی ها و درخت های کریسمس تهیه کرده بود به این امید که در آستانه سال نو میلادی به فروش برسند. اما سخنی خانه به بازار راست نیامد. صاحب گل فروشی ناامید نشد و خلاقیت نشان داد. برای جذب مشتری در قسمتی از محل کارش فضای کوچک کریسمسی ایجاد کرد. کودک ها آمده میبینند و خورسندی میکنند و من پدر و مادر آمده بازیچه سال نوی را میخرند. سال گذشته یک هفته پیش از سال نو میدان دوستی شهر دوشنبه چنین نمایی داشت. هر سال در این روزها اینجا میدان مرکزی شهر دوشنبه بسیار شلوغ بود. شهرداری دوشنبه در مرکز این میدان درخت کاج یا ارچه سال نوی میگذاشت و آن را تزیین میکرد. ده ها نفر در لباس بابا نویل یا بابای برفی اینجا ظاهر می شدند و فضا را سالینوی می کردند. شبی تحویل سالینوی میلادی هم برنامه کنسرتی اجرا می شد. اما امسال از این برنامه ها خبری نیست. دلیلش هم کرونا است. یک ماه و نیم پیش ستاد جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در تاجیکستان اعلام کرد که امسال تجلیل از سال نو در اماکن عمومی، مدارس و دانشگاه ها و کارخانه های این کشور ممنوع است و مردم باید سال نو را در محیط خانواده ها با رعایت جدی تدابیر بهداشتی جشن بگیرند. ممنوع گردیدن برگزاری چهارابینی های ایدونه، مخصوصا جشن اموی سال نو، محفل های شبنشینی های سال نوی. هدف اساسی اندیشیدن این چهار ها این کم نمودن تماس بین همدیگری بین آدمان است. شومان یکی از چند رستوران گرجی در شهر دوشنبه است که با پیشغذاهای سردش مثل این یکی شهرت دارد. در این ایام شومان هم مثل رستوران های دیگری شهر دوشنبه روزهای سختی را پشت سر می گذارد. برای جشن سال نو میلادی هیچ کسی جایی رزرو نکرده. اگه با سال گذشته مقایسه کنیم، این روزها همه چیز برنامه ریزی شده بود. میدونستیم کدوم روز چند نفر مهمون داریم. امسال حتی درخواستی برای برگزاری مهمانی به ما نرسیده. لغوی جشن سال نو و محافل و نشست ها در روزهای پایانی سال کهن روی فعالیت تاجران و فروشنده های بازارها هم تاثیر گذاشته. افزایش بیکاری در دوران کرونا، کاهش انتقال پول توسط کارگران مهاجری تاجیک از روسیه به خانواده هایشان و بالا رفتن بهای مواد غذایی توان خریداری مردم را به شدت پایین برده. با این همه در خیابان، بازارها و وسایل حمل و نقل عمومی همه تدابیر بهداشتی و فاصله اجتماعی را رعایت نمی کنند. ایده هم معنی تجلیل از جشن سال نو در اماکن عمومی را جدی نگرفتند و به گونه آشکار و پنهان سال نو را دوری هم در رستوران های قهوه خانه ها و مکان های تفریحی برگزار می کنند. مقامات تاکید کردند که هر کس مقررات اعمال شده را نقض کند
طبق قانون مجازات خواهد شد. سهراب ضیا، بی بی سی، دوشنبه. در ایران شهرهای تهران، اصفهان، کرج، قم، عراق، قزوین، زنجان، تبریز و مشهد در وضعیت هشدار آلودگی هوا قرار گرفتند. سازمان هواشناسی ایران خبر داده که احتمالاً وضعیت قرمز برای این شهرها اعلام می‌شود. با وجود کاهش تردد خودروها به دلیل محدودیت‌های ناشی از شیوع کرونا، میزان آلودگی هوای تهران به 165 رسیده که وضعیت بحرانی تلقی می‌شود. در اصفهان ادارات امروز به دلیل آلودگی هوا تعطیل شدند. فعالان حقوق بشر از اعدام محمد حسن رضایی در زندان رشت خبر دادند. گفته شده که او در 16 سالگی مرتکب قتل شده بود و 12 سال در نوبت اعدام بود. در ایران اعدام افراد زیر 18 سال که مرتکب جرم می شوند بارها باعث اعتراض فعالان حقوق بشر و نهادهای بین المللی شده. در اسکاتلند جشن پایان سال به دلیل همه‌گیری کرونا به صورت آنلاین برگزار شد. بخشی از اون تماشای نمایش پهپادهای نورانی بود که در آسمان به هنرنمایی پرداختند. پهپادها در ادینبورگ و مناطق کوهستانی به شکل حیوانات مختلف در اومدن. حتی گوزنی که یورتمه میره. برای تنظیم حرکات این پهپادها از هوش مصنوعی استفاده شد. بخشی از این فستیوال رو با هم ببینیم. خب بریم به ووهان در چین و ببینیم تصاویر زنده رو از افرادی که جمع شدن در یکی از میدونهای این استان برای اینکه جشن سال نو رو برگزار بکنن. میبینیم که به نظر میرسه که گروه زیادی هستن، شاید یکی از محدود جاهایی که امسال جشن سال نو رو به این شکل برگزار میکنن در خیلی از جای دنیا، از جمله اینجا در بریتانیا و دیگر کشورهای اروپایی. از مردم خواسته شده که در خونه هاشون بمونن. میدونیم که ووهان جاییه که ویروس کرونا ابتدا در اونجا دیده شد یک سال پیش و حالا اما مدتیه که هیچ موردی از ابتلا به کرونا در این منطقه دیده نشده. ممنون که با ما همراه هستید.